افغانستان در دل بحران اقتصادی، بحرانی که راه بیرون رفت از آن به آزادسازی دارایی‌های منجمد شده کشور از سوی آمریکا گره خورده است. مسدود شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی کشور، امارت اسلامی را در امر حکومتداری و چالش کشیده است. اما ظاهرا پاسخ اخیر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان به نامه وزارت خارجه کشور از بهر آزادسازی این پول‌ها مثبت نبوده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کشور در اظهارات تازه‌اش گفته که پول‌های منجمد شده از سوی آمریکا متعلق به مردم است و به طالبان نمی‌رسد و تأکید بر آزادسازی این پول‌ها کرده است. دوحه دی توافق نامه ل امضا نورسته مختصت کوم تکلیف نه در سوالی نو دغه پانګه ستاس کنګل کړي د پکم دلیلم کړي د دې خو نور هیڅ دلیل پاته نه او د سی پیسې هم نه دي زده دی او مجاهد او دی او طالب کوټه زی د خود افغانستان اقتصاد ته ګټه رسی. سرمایه ذخایر ارزی منجمد شده افغانستان از سوی امریکا نزدیک به 10 میلیارد دلار میرسد که آزادسازی این پولها مشروط به ایجاد حکومت فراگیر، تامین حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران و رفع تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان شده است. باورها بر این است که امریکا این پولها را تا زمان به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان از سوی جامعه جهانی همچنان مسدود نگه می‌دارد. تا که دولت به رسمیت نشناسند و این دولت در ملل متحد نبیاید به صندوق واجی بین المللی بانک جهانی عضویتش دوباره احیا نشه، پرداخت از این پول ها برای دولت افغانستان تا اندازه ممکن نیست. در این میان شهروندان کشور میگویند که فشارهای اقتصادی دامنه زندگی را بر آنان تنگتر ساخته و از این رو است که آنان از امریکا و امارت اسلامی میخواهند که مردم را قربانی سیاستهای خود نسازند. برای حکومت گپ بزنن به یک نتیجه برسن تا بالاخره این فاجعه اقتصادی یا فاجعه انسانی که است از بین بره. از نهادهای خارجی و امارات اسلامی خواهشمندیم تا امی پولایی که در افغانستان منجمد شده امیر روش کار کنن به تفاهم برسن تا مردم از مشکلات اقتصادی بیرون برن. چهارشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست ویژه بحران اقتصادی و بشری را در افغانستان نگران کننده اعلام کرد و نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان خواستار تقویت کمک‌های بشری به مردم افغانستان شد. نمایندگان چین و روسیه نیز در این نشست به آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان از سوی آمریکا تاکید کردند.